ما روز یک جای رفتیم، یک تر از شخصیت ها خیلی خنده کرد و خوشحال شد، گفت والا چی بزرگو هم بود چهره تو برای ما آشناس، چیز خیلی جالب میخورن. ما خودم واقعا خنده گرفت. ما واضح و سرخلاص میگم ای کاش امو شخصایی که در 5 سال پیش یا 4 سال پیش یا 10 سال پیش آمدن میخواستن صدای ملت هزاره سمت شمال به گوش هزاره مرکزی و بامیان و مثلا ایجاب رسانن، اگه می اشخاصی که زبانشان بند نمیشد لال نمیشد برای شما اطلاع رسانی میکرد، فیلحال ما و شما خود ما یک قدرت بودیم، هیچ نوع مشکلی بین ما و شما وجود نداشت. آله که میگن چرا والا وقت و زمانش نبود، لعنت ده مسرت، آل وقت و زمانش است، یا کارا بخ یا آخره لا بکو طرف برو که تو به درد نمیخری دیگه. من اون روز یک ذره چور زدم، یک چیز یادم آمد. سلام علیکم. سلام رویش، یک ذره فکر کردیم قومای عزیزی که شمایی که در میدیا فعالیت دارین، در میدیا هستین و هم مردمایی که مثلا دنبال همچو حرفا میگردن فواشی و کتمانی وید قومای دیگری، یک چیز واضح است برای ما و شما. امی تحقیر کردن ملت هزاره یا نام هایی که بالایش گذاشته شده میره کدام مردم مانده؟ یعنی میگم یک جره فکر مرا مشخوش کده، یعنی ما به این فکر میرسیم سکنین اگر هر رقم لقبای خرابی که بالای ملت هزاره گذاشته شده کلش به زبانی فارسی است. دقیقا کل این حرف ها به زبان فارسی است. هزاره قلفک چپات، هزاره مثلا مشخوری رقمی های کمینوی که فاشی میکنن به می لقبایی که گذاشتن، همین کدام زبان است؟ یعنی اشخاصی که مثلا این نام ها از 30 سال 40 سال پیش است، نه این نام ها را که پدر و بابا های از اینا گذاشته، قوم های را ما در شما میگم خب واضح، وقتی که پدر در پدر یک انسان، نسل یک انسان دنبال ویرانی و نابود کردن یک قوم یا یک ملت باشه، آیا کسایی که جای مانده از اوناست، رهروانی از اوناست، آیا او را استفاده نمیکنه؟ امروز هم میبینیم چیزهای است که خلاصه به می حالت ها میخواید که از اوره ها را خلاصه پراغنده بسازه و به اتحاد و به اتفاق بسازه به می حالت هایشان. اما یک چیز ناگفته باید نمانه، شخص هایی که در پایین لایف قرار دارین، از او طرف هایی که آمدین، او زمانی که شماها می آمدین به هزاره ها لقب میگذاشتین، چیزهای بد میگفتین، از این بد نمیتونین، واضح براتون میگم. چرا؟ بخاطر که هزاره ها من بعد یک دوست است، یک ملت واحد میشه. من بیخی صراحتن میگم برای قوم ما، چیزی را که شما در خواب نمیدیدین از این بعد در بیداری میبینینش. آرمان شهدای ما، آرمان قهرمانای ما برآورده میشه من بعد، توسط کی؟ توسط تو قهرمانی هزاره، توسط دختر قهرمانی هزاره، توسط تمام ملت هزاره. آرمانی
شهدا رهبر ما، آرمان مادرها و خواهرای ما، آرمان ملت مظلوم و غیوری از آره من بعد باید برآورده شود. اگر واقعیت واقعیت ما و شما دنبال اصلیت و هویت خود هستیم، هر کی فقط نمایندگی از خود بود. اگر واقعیت ما دنبال اصلیت و هویت خود هستیم، باید آرمان های شخصیت هایی که در اون راه رفتن آرمانی را داشتن که تکمیل بسازن نتانستن. باید اگر تو واقعیت خود رهروان یا من یه بچه ازاره خود ازاره میگیرم میگم من باید ازاره باشم، باید در راه مو قدم بانیم و راه هایش تعقیب کنیم و اهدافشون را پوره بسازیم. سکنین قوم های عزیز، دیرا فیلحال که زیاد مثلا درگیر شده با این ملت، یکی در اشخاص داریم ما از یک مردم بسیار میترسن. واضح براتون میگم بچایاتا، ما خودنمایی نیستی گب، چیزی است که اینها از او قدرت گرفتن، چیزی است که اینها از او ملت نام و نشان کسب کردن و کمایی کردن. هزاره های سمت شمال در زبان خیلی مثلا عادی به نظر میاد، اما برای اونها، برای سیاست مدارای اونها و برای اشخاصی که دنبالی همچون یک چیزها روان هستن، خیلی یک باری سنگین است، خیلی یک باری سنگینی است که امیالو را از جایش بلند کرده نمیتونن. یک بچه 5 ساله اگر از سمت شمال چی تخار بدخشان هر جای بلند شوه در مقابلشان قرار بگیره، باور به خدا کنین از امو بالاترین قدرت که در رجاب برای خود عرف میدانن. و هیچ وقت میرم سوال نمیکنم از این ملت چرا، چرا نمیگم، چرا کلمه جنگ است، چون خودم حقایق میفهم، میفهم که اینمی ملت بود برای اینا قدرت داد، اینمی ملت بود که اونا را سر پای خود استاد ساخت، قهرمان ساخت، امی ملت بود. یک چیزی بسیار واضح قومای عزیز، وطندارای عزیز، اگر اینها به این نتیجه میرسن که نه اینا مثلا اینا کی است ما را قهرمان مثلا نامیده کده باشن و یا ما را به جایگاه رسانده باشن، چرا خیلی دنبالی ملت هستن؟ چرا؟ چرا خلاصه کلام؟ همیاری خب ما شما نیفهم میبینین یا نمیبینین، ما خب میبینیم، ظاهرا میبینیم. خب یک شخصی را بلند بکنن، یک شخصی را بلند بکنن بگن که اینمی از قوم ماست، یک قهرمان است، می جنگه. خب بگیرن یک شخص را بلند بکنن که فیلحال باشه در وطن، فیلحال در مقابل ظالم، در مقابل کسی که وطن هم میخواه ویران بسار استاد باشه. از این نقطه نیرنگی که استفاده میکنین ما خیلی خوبتر میفهمیم قومای عزیزی که مثلا شمایی که مثلا دنبال ویرانگری هستین برای ملت ازاره، نیمتانه بردین. ما که واضح میگم، سرخلاص میگم، دشمنی اصلیم کیست؟ طالب است. واضح میگم چرا دشمنم است؟ نه تنها دشمنی من بابا قلندر، ما تمام ملت افغانستان درس میخوند، وظیفه انجام میداد، شهید میداد، زخمی میداد، خلاصه کلام گشنگی را تحمل میکرد، میگه وطن بسازیم، سرک بسازیم، شهر آباد کنیم، پلچک بسازیم، مکتب و مدارس جور کنیم. امو تو یک روند ما داشتیم، خصوصا نسل ازاره هر نوع توهین و تحقیر و گشنگی را در گردن میگرفت، میگفت کاری بکنم که تا وطن ما سر پای شود و وطن ما ترقی پیدا کنه. درست؟
کی بود تو دوران ما جور می ساختیم اونا ویران میکردن؟ اینمی یک سوال است، کی بود دمو دورانی که ما شهید میدادیم به خاطر وطن و ناموس ملی؟ کی بود ما دو دورانی که پلچک و سرک می ساختیم؟ پلچک و سرک می ساختیم اونا ویران میکردن، کی بودن؟ امی یک گروه بود خو به نام طالب، امی بود، کدام کسی دیگه خو نبود. امی قتلای عام، امی مثلا تنها در یک اندرابی که سه واحدی داری دارد در سه سال 10,000 شهید و تنها خوست تنها بغلان هم میگیریم در یک سال در پنج سال خلاصه 100,000 شهید، یا هر ولایت 50,000 و 20,000 میگیریم. کی کشت اینا را؟ از امریکا نفر آمد؟ یا از اروپا نفر آمد؟ میگه پدر کشتی تخمی کن کاشتی، ایره در گوشتان جای بتین، لابیگری به درد نمیخورن. ما چطور برم پیشی قوم خود هزاره خود بگم تو بیا بری طالب لابیگری طالب بگو، در صورتی که از هزاره بیچاره را هم پدرش شهید ساخته، ام بیادرش شایش ساخته، ام قوم و ام ملتش، ام خانهش ویران کرده، ام پلچکش خراب کرده، ام سرکش خراب کرده. من به افتخار بیایم بگم آلیم. اما جای نقطه که بسیار مهم برای ملت ازار است، خب سعی گوش کنین در کجاست، سعی کنین در دو صورت ازاره ها فیلحال نابود شده رویست، واضح بگم کلیتان خلاص شد. در دو صورت ما و شما زاره ها را ملت نابود کرده رویست نمیفهمیم. یک جبهه ساختن به نام جبهه مقاومت، که دو جبهه مقاومت اگر 100 نفر باشه، دو نفرش اگر از قوم تاجیک باشه، 98 نفرش هزاره های گفته مردکه که برای پیش خود هویتشان را کتمان کردن، اونا به فکر است که ما می جنگیم و به خاطر دفاع از وطن، اونا وقت بالا جای تاجک خطاب کردن و جبهه مقاومت رب به تاجک دارن، آدرس تاجک است. سعی کن در ایجا هزاره های ما کشته شد، نیمشه خود ایجا کشت. در دوم در گجا طالب موتورسیکل داره که دکان داره که یک موتورسیکل داره به خاطر اولاد و فامیلش میره و میگه 5 رو پر روز که حلال پیدا بکنم تا ما همی گشنگی همی دربدری رو رفع بسازم. به جرمی ازاره بودن طالب میکشش، پشتون یعنی قومای عزیز. شاید گوی ما بعضی سری بعضی ها بگه که والا چرا مر دوی طرف رد میکنم، دو طرفه را رد میکنم. چرا رد میکنم؟ به خاطری که هر دوش دنبال قدرت خواهیست، هر دوش دنبال مثلا چوکی خواهی قومیت است، بلند شدن یک نام قوم بالای قوم دیگه است. اگر پشتونیزم طالب بلند کرده، میخواهد قدرت قومش در افغانستان بلند شود. اگر احمد مسعود جبه مقاومت به نامش ساخته، بازم میخواهد نام تاجک حتی امو مرتبه قومیت تاجک در رول افغانستان بالا ببرن. اما چوبی سختش کیست؟ بچه ازاره. کی در بدر میشه؟ بچه ازاره. و کی باز هم امایه میکنه؟ بچه ازاره میه لابیگریش میکنه. باور کنین جای تاسف است، جای نگرانیست. ما همی فیلحال ما واضح و سرخلاص میگم، اینمی فیلحال از قوم خودم، از خون خودم، از وجود خودم، از ازاره خودم فرق نمیکنه، مذهب و آدرس و جغرافیایش برام فرق نمیکنه، برای فیلحال زیر استثمار کسی دیگه است، زیر قدرت کسی دیگه است. در صورت آلی مثل امیالی نمیخواید برکابی کسی دیگه او شمشیر بزنه، مجبور است، مجبور و مکلف است. شخصی آمده او را به نام خود خطابش کرده، 10 سال بعدم که یک جوان بخیزه بگه که من خودم به نام خودم زندگی میکردم، یک قومی نبود که صدای مرا بشنوه، بعدش عین مثال عین زمان این قسم یک قضیه دیگه رخ میده. با چرا در دمیری داریم
همه قدرت داری، همه چیز داری، چرا در کنار وطنداری خودت نباشی، در کنار همخون خودت نباشی؟ چرا اون نسلی که خلاصه از خون خودت است، از وجود خودت است، از هزاره خودت است، برو در رکاب کسی دیگه شمشیر بزنه؟ ما نیامدیم که ما بیایم بگم ما دشمنی بر علیه قوم یا دشمنی بر علیه طالب یا دشمنی بر علیه جبهه مقاومت میکنیم. نه خیر، اشتباه درک نکنیم. هزاره ها یا ما هزاره ها، تمام هزاره ها وقتی که میگن ما خواهان جنگ نیستیم، خواهان جنگ نیستیم، اینه دوستی کم نگیرین. قومی عزیزی هزاره، اوکی بابا قادر از بالا میرم، ملت غیوری هزاره، یک گبه خوب متوجه باش، او قدرتی که میخواه بر علیش قدرت، یک نظامی که بر علیش قرار میگیره، ای خود مثلا سنگین میگیرم، میگه ما نمیخوایم جنگ بکنم. او چی کار میکنه که نمیخوای جنگ میکنه؟ منو تو وری میاده ایجا گپ میزنه، یا منو تو وری میره دنبال قومای مردم میگرده، در صورت خودش فیران است؟ نخیر، او خود میسازه، قدرت وجودی خود قویتر میسازه، اتحاد درونیش محکم میسازه. بعدش با اعلان میکنه، میگه ما با کسی مشکل نرم، جنگ نمیکنم. یعنی من میره میتونه ما جنگ نمیکنم، حمله چی نیستم، اگر کسی بخواید در مقابلی مستاد چوه حمله بالای ما بکنه، ایک نوع حراس ندارم، یعنی کمرم بسته است. یعنی این عمق گپ چیزی دیگه است، خود سخنرانی چیزی دیگه. آلی ما مردم، من میبینم جوانهای ازاره خودم، من میبینم هم خونه خودم، من میبینم ما دوستار جنگ نیستیم. پشت سرت گیره داری هیچ کی، خودم هستم و خدایم بس. خواهمی تو جوانی ازاره، تاریخ ازاره رو هم خواندی مطالعه کردی، تاریخ افغانستان از 100 سالی طرف هم خواندی مطالعه کردی، کلش یک یکی چیگپای خلاصه تر شد، چیگپای نشد، چی حالتا، چی جنگا، چی قتلیاما، چیگپای شد، خلاصه کنیم آیده یکی یکی دیدیم. آلی هم بیم خدا در بدر بدانیم، ولی ما دنبال جنگ نیستیم. میتونستیم، من هم میگم بخیزیم بچه ها از آره بره مرا جنگ کنیم، مردم قطعش دشمنداری کنیم، بدیه کنیم. بین خودتان قدرت بسازین، سنگینی خودتان حفظ بکنین. خیلی یک ملت قوی، خیلی یک ملت پرنفوذ، خیلی یک ملت استوار هستیم برای فیلحال، متوجه باشین. خیلی یک ملت پر افتخار هستیم، اما قدر خدا نمیفهمیم. ما واضح گپای ما کس واضح است، بعضی ها شاید از یک آدرسی به یک اون چیزایی دیگه فکر کنه. اگر ملت غیری هزاره قدر خدا بفهمه، قدر ملت خدا بفهمه، قدر جوان ها و قهرمان های خدا بفهمه، فیلحال نامی هزاره را کس پایین گرفته نمیتونه واضح برات بگم. حق یک بچه 5 ساله هزاره برش ادا میشه بدون کدام سر و صدا، در هر جغرافیای وطن که باشه. دریا را خود کو میگم مایی بگی، فیلحال اونا از موقع استفاده دارن، وقت دریا خود میکنن، هزاره را میخواین پراغنده بسازن، هزاره را میخواین خلاصه کلام هویتایشان را کتمان بکنن، قهرمانایشان از جمع خود خطاب بکنن، تا بتانیم میگه از موقع استفاده کنیم، ما از نام از اینو، از امتیازات از اینو پیش برایم، سر قدرت برسیم. قوموی عزیز، عزیزای دو هر کدام اتون که پایین لگستن کلاتون انسان های با شخصیت بزرگوار، قهرمان مردای هستن که میتونند مقابل هر نوع مشکلات مبارزه بکنین. شما شخصیت ها هستن، میتونین در مقابل هر نوع مشکلات مبارزه بکنین. یک از بزرگا گفت اگر یک روز یک گپ شوه، فرض مثال یک جنگی شوه، هزاره ها
50,000 افراد جنگی داره. برای ما هیچ قناعت 50,000 برای ما هیچ چیزی نیست اصلا. در یک قومی که نفوسش 10 میلیون 15 میلیون باشه 50,000 مثلا نفر جنگی داشته برای ما هیچ چیزی نیست. شرایطون رو میگن که بجز ما چهار دانه اشخاصی که زبان ما بند بود گپ زدن نمیتونستیم حق قوم خدا بدن کسی دیگه میدادیم بجز ما فکر کو اگر 10 میلیون باشه 16 میلیون چقدر نفوذ داره کلش خون خدا فدای قوم و ملت خود بسازن این گپ زدن نمیتونن. ما روز یک جای رفتیم یک تن از شخصیت ها خیلی خنده کرد و خوشحال شد گفت والا چی بزرگان بود چهره تو برای ما آشناس چیز خیلی جالب میخورن. ما خودم واقعا خنده گرفت. ما واضح و سرخلاص میگم ای کاش امو شخصایی که در 5 سال پیش یا 4 سال پیش یا 10 سال پیش آمدن میخواستن صدای ملت هزاره سمت شمال به گوش هزاره مرکزی و بامیان و مثلا ایجاب رسانن اگه می اشخاصی که زبانشان بند نمیشد لال نمیشد برای شما اطلاع رسانی میکرد فیلحال ما و شما خود ما یک قدرت بودیم. هیچ نوع مشکلی بین ما و شما وجود نداشت. آره که میگن چرا والا وقت و زمانش نبود. لعنت ده مسرت آل وقت و زمانش است. یا کارا بخی آخر ایلا بکن طرف برو که تو به درد نمیخری دیگه. من میفهم دوباره اگر تو حرکت کنی با بخاطر یا قدرت یا پول زبان تو باز بند میشه و حق ازاره بیچاره باز خورده میشه. برای ما از این بعد خلاصه برای جوانای ازاره برای نسل جدیدی ازاره شرم است که حق یک بچه ازاره در هر نقاط جغرافی افغانستان خورده شو برای ما جای شرمندگی است اصلا برای ما مرگ است. کی میخوره؟ یک قومی که نفوذش قدرتش از نام ما نفوذش از ما مردم چوکیشان ما برش دادیم او آمده دوباره میخواید قدرت ملت ازوره را امتیازات ملت ازوره را جوانه ازوره را بخورن. باور به خدا کنین بچه قومای عزیز اگر ما شما ساکت بشینیم اگر ما شما در مقابلشان قرار نگیریم اگر ما شما بر علیشان مثلا قسمی که رویه میکنه او قسم به فحاشی نه به قدرت استاد نشویم باور کنین نابود میشیم با خدا نابود میشیم. چرا؟ او از آره را دو جا به نام خود خطاب میکنه ای را به جا به نام خود خطاب میکنه. من نیفهم قهرمان سازی که از قوم دیگه به نام خود باشه تا چی وقت دوام پیدا میکنه. صدایم نمی گوشت برس همون نفرهایی که آلی چهار دانه لاشخور و ماشخورش در میدیا شب روز قیق میزنین علا جبهه فلانی و فلانی خان و آمیر و رهبری ما. قهرمان سازی از قوم دیگری به نام قوم خود تا چی زمان تا چی وقت تا امو وقتی که او بیچاره شهید شوه یا تا امو زمانی کرده نتونه تا همون وقت او قهرمان است او بهترین قدرت است نه؟ مثل قماندان صاحب غنی خان قومای عزیز آره جوانای ما قهرمانای ما به فکر رسیده. ما بازم اگه باز زدیم تکرارن با میگم یک زمانی احمد مسعود وقتی که میرفت در پیش کلانا در جلسه میشیشت دو دوران فقط نه نامی اصیب قوای مرکزی بود نه کسی دیگه بود اولای را میگم جنگای اول را میگم
دو سال پیش براتون قصه میکنم. فقط نامش چی بود؟ غنی شاه محمود. و عکس غنی شاه محمود همراه احمد مسعود تمام ملت پنشیر در تیک تاک پر کرده بودن. ما خود دیده بودیم، ما کور نبودیم. یک بارم نمیگفتم این غنی شاه محمود از قوم هزاره است. حتی سخنرانیش رفت در جلسه که شیشت گفت فقط جبهه مقاومت یعنی تاجک، تاجک یعنی پنشیر. تا چی زمان؟ تا وقتی که قماندان غنی یا اشخاص دیگه که در کنارش بود به این فکر رسیدن که اگر ما تا وقت مردن هم به دامن زناشم برکاب زناشم شدیم، نام از اینا بلند میشه، اصلا ما را کس نمیشناسن و نام قومیت خود پیش نمیره. وقتی که او آمد آخرین جنگ خود کرد، از طرف قوم خود خویجی مایه نشد، حتی امو هم دروغ گفت، خلاصه کلام آمد. آره یک بار پیدا کنینم یک بار از زبان از اینا به نام غنی شاه محمود برآمده باشه، برین یک جدا ما بکشین یک دانه سیاست مدارش، یک دانه همی کسی را که رهبر خطاب میکنن بیارین دمو جلساشون یک جای گفتاشه که بالا بزرگترین قهرمان، بزرگترین شخصی که جنگ میکرد در اوایل جبهه مقاومت غنی شاه محمود بود. بفرمایید یک تا کش کنین داریم. نیست، نی نمی دیده نمیتونین. چرا؟ این اصلیت خود آمد طرف اصلیت خود به این درک رسید که من 100 سال هم اگر جنگ بکنم احمد مسعود یا از همه قوم تاجک هر کی باشه، هر قومی که باشه دنبال قوم مردم بگرده، فقط برای قدرت نمای خود، برای بلند بردن قومیت خودش کارا میکنن. دنبال هم چی اگر بود؟ من به این فکر هستم. خب من آخری کوشش های خودم میکنم، یک چند نفرک های کمی مانده. خلاصه اگر اینمی ملت، اینمی ملت یک متر پشت سر براوه طرف قومی خوستا چوا، همینا به نام کی دیگه زندگی میکنن؟ کی را داره نمیره بیارین در میدیا بگین ما بفهمیم، ما بشناسیم کی را داره. اگر یک حسیب قوی مرکز است گفته اونمو امان دیوانه از آره که میگه نمشد تا قدم میزنه اونجا. میگذاریم از این حرفا قومای عزیز، بخاطر من این گپا رو میزنم دیگه قهرمانسازی از قوم ما به نام قوم خودشان نکنم. در وقتی که آسمان دبری بود بیا خوب سعی دست دامن ازاره رو بگی، وقتی که آسمانت پاک شد بگو ازاره کیست. یک چیزی دیگه گپ مهمی دیگه، یک قومی است که خلاصه هیچ قوم نمیشناسه. کدام قوم است؟ بابا قادری عزیز درخواست دادم نیامدین بالا. یک قومی است در افغانستان ما داریم، پشتون هم نمیشناسه، هزاره هم نمیشناسه، ازبک بگین. اگر پشتون بگیم میگه نفرت میگه وجود نداره، ازبک بگیم میگه هیچ کسی نیست. همین کدام قوم است؟ یعنی شخصی که در افغانستان از افغانستان نباشه به قومای دیگه افغانستان را کتمان بکنه و چطور قدرت خواهی و قهرمان سازی میکنه با؟ خوش آمدی بابا قادر بزرگوار. خوش باشه برار. چی حال داری؟ شکر از مشنام ادامه بدی برام. بابا قادر بزرگوار به خدا دلادم درد میگیرم، مجبور ما بیم بگم. ما برای دیگران نمیگم، برای تحقیری که ما بیم یا قوم تحقیر کنم یا خدای نخواسته بیم برای از اینا یکان چیزی دیگه را لقب برشان بارم نیست. سخنهای ما گپای ما برای قوم خودم است که تا چی وقت موتو چوب بشینیم، تا چه وقت موت را از نام موت و کسی دیگه استفاده کنه، قدرت نمایی بکنه و قهرمان سازی بکنه، تا کدام وقت؟ اگر شما به این فکر بودین که وقتش نیست، بهترین فرصت داری، بهترین وقت داری، از این بالا فرصت خوب دید پیدا نمیتونی. اگر دوست زیری علاشه گرفته شیشتی خب بسی افغانستان ما هر کی دید چیز فکر کنم، چیزی که ما نمیفکرم است، چیزی که حقیقت است، پس قومی است. با خدا قسم اگر پشتون است برای فی الحال ما واضح برتون بگم،
گپ ما بلا عموم در مثال تمام قوم افغانستان است. اگر پشتون امیال حمایه از طالب است میگه طالب از ماست اوکی هم است، میره از را کار نمیگیره یا از را در فکری از را نیست، برای فیلحال میگه بان از هم باشه در کنار خود جذب داره تا قدرت خود محکم بکنه، پایه های قدرت خود محکم بسازه. اگر تاجکا فیلحال سر و صدایش برامده دلیلش چیست؟ دلیلش است که او میخواه خود با او قوم درگیر بسازه، یک جنگ قدرتی دارن، هزاره ها در رکاب از اینا شمشیر میزد، برای فیلحال ملت هزاره گفت که من ترم نمشناسم، من از خود قوم دارم. حال فریادشان به دنیا برآمده که با او قوم خود دشمنی اعلام کرد، فیلحال جیبش خالی است، حال مجبور است که خلاصه جنگ های میدیایی را پرتاوم. ما او روز یک لایف دیدم بابا قادری عزیز استاد رسول در یک لایف رفته بود میگه گبی بچه های هزاره تکراری است، فقط ما میتونیم بچه های تاجیک میگه فحاشی های ما را جدید بگیم، گپ های تاریخی تکراری است، پدرای ما زیاد تاریخ خوانده. پدر تو ما میگه زیاد تاریخ خوانده، بچه هزاره اگر از تاریخ هم گپ بزنه گپش تکراری است. با خدا قسم گپ خیلی یک کسی که نه عشق قوم افغانستان را نمیشناسه خودش از کلا بامده. ما ملت بومی افغانستان هم میگه که مثلا گپای شما تکراریست، خود تاریخ اصلی تان برای ما بکش پیش بکو بدون تحقیر و توهین. خود یک شخصیت تاریخ دان دارین ندارین؟ در میدیا هم یک دانه من ندیدم هم یک جوان آمده باشه ما واضح میگم بگم من از قوم تاجیک هستم، یعنی دیپلوم هم هست، یعنی مثلا جایی که درس خواندیم، یعنی رقم تاریخ هم میفهم. بفرمایید یک نفر اگر بحث تاریخ قدیم ما میخواهیم مناظره بکنم، ما یعنی تاریخ ماست. یک بار هم من ندیدم که من بیم بگم که می قوم های تاجک درست تاریخ دارین، بومیت شما را در افغانستان من اکثریت تان نه، البته اقلیت تان را تایید میکنم، اما یک تاریخ دان ندارین، تاریخ دان شما فحاشا شده برای فیلحال. یک دانه بچه اندراب بلند میشه بابا قادری گپا خیلی گرگ اندراب سعی کرد، به خدا قسم بسیار شخص هست، بسیار جوان ها میاری استاد هستن امتحانن میگن من امتحان برتون میکنم، میگه به خاطری که ما اینا به خوار و مادر خود ارزش قائل نیستن، خوار و مادر خود سری سرک لیلام کردن ای فحاشا، میگه ما میترسیم که اگر ما بیایم امی مثل ترار صدا بلند کنیم خوار و مادر ما میگه ده و دشنام زیاف میشنه، میگه اینا مردم فحاش هستن و گپ زدن نمیفهمن. شما ادامه بتین. یک گره که بلند شده برای فیلحال خرد و کلام بلند میشه، دلایف شخصیش میروند، میگه ما شما را به نام ازاره قبول داریم، فقط به خاطر در میدیا ما قطع بعضی قوم ها مشکل داریم، شما در میدیا نگوین ما ازاره هستیم. یعنی گرگ مادرجان تو به دنیا آورده، بابا قلندار خوارجان ازو به دنیا آورده که حق زیر نداره، زبانش بند است که چیزی را که خدا خلقش کرده یک هزاره است، به خاطر که نام تو پایین نیاید فلانی خان صاحب این نیاید ایجا بگم من هزاره نیستم. هزاره بودن کسی به ما قرض نداده، هزاره بودن کسی برای ما مفت هم نداده و هزاره بودن ما از جای نیافتیم. ما که ایجا میایم هزاره میگم نه که پیشی ملت هر روز هزاره هزاره، به خاطری میگم که تا در فکر و مغز و هوش شما هزاره جای بگیره. اگر در یک روز که ما گفتم ما هزاره ها مثلا اگر هویت ما کتمان بود تمام قوم ما در هر نقاط دنیایی که بود فامید کنیم، یعنی ما قدر نفوس ما در اموش زندگی میکنه به نام هزاره است، اگر هویتش قوم خودم یا غیر قوم ما کتمان خطاب کرده بودن اونا هزاره هستن، سر پای خود استاد هستن. به خاطر هزاره میگم تا هزاره گفتن برای که ما بگم در قلبای شما جای بگیره، از توهین و تحقیر دست بردارین و شب روزتان فقط این باشه که هزاره 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 در یادتان، در خوابتان، در خوردنتان، در ششتنتان، در قصه فامیلتان هزاره گفتن باشه. باید در این فکر باشین که یک قومی در افغانستان برین یک چورت بین بگی یک قومی در افغانستان بود به نام هزاره 63 درصدش قتلیام شد، 27 درصد دوباره 27 درصد خودش قدرت شد، خودش بالاترین نفوذ در افغانستان چطور شد؟ به این فکر یک بار برین طرف
34 سال پیش، 20 سال، 100 سال پیش یک تاریخ ها را بخونید. یعنی او قومی که ای کاره کرد خود جوابش رسید. آلی او به این فکر رسید که اگر ما هزاره خلاصه گم شدن نداره. یک تایش هم که بان خلاصه فکر توی زنگ بابا قادر بزرگوار از خود تمش نوی من زنگ اومد قطع کردم. خیرش خوش آمدی سخنهای ترم مشنایم راجعه به البته بخیر و قوم سلامت خودیم. باشی برار، بخیر و سلامت باشی. واقعا کمی هر وقت که در لایف در می تیک تاک میایم میبینم که خودت مهربونی میکنی، خودت که مردم روحیه میتی، انگیزه میتی، مردم قوما را تشویق میکنی. خدا حضور شاید است که انرژی میگیرم در خون خرد و کلانم تو مدی دم رگهایم خون جاری میشه. خلاص به حد کافی به وجودت میبالم به خاطر از اینکه همی که چوب بودیم در اندراب، قوما بسیار مهربان و بسیار صبور و بسیار بزرگوار و بسیار سنگین بودند، با نمو لنگر خود زندگی میکردند. یک تعداد مردم ها به دزاره اندرا و فراموش کرده بودند، به جلو پوستک شده چشم آدم میدار آمدن که در اینجا اندرا در اندرا هزاره نیست. حالی ثابت شد، حالی میفهمند که در اندرا شیر بچه های هست، قهرمان های هست، مانند شما، مانند گرگ اندرا. یک برادر دیگر هم پیشتر دیدم بسیار زیاد با جرات گفت میزد. ثابت کردن که اینجا حال برشون معلوم شد که قهرمان های هستن که میتو راست قامت. اگر اینا را کتمان کردیم بگوییم که نه هزاره نیست، را همیتو با قامت بلند در برابر ما استاد میشه. اگر زیاد که باز تحمل نکردیم همیتو قپاق میزنه که دیگه باز از زیاد ما نرا. حال بیخی ثابت شد برشون که اندراب قهرمان های اندراب، قهرمان های هزاره اندراب دیگه این هویت جعلی را، این پرده سیاه را دیگه قبول نمیکنه، دیگه عقب هویت دیگه را خود پنهان نمیکنه. همه که مرد باشی، از پشت پدر باشی، خب بفهمی که پدر و بابا هزاره است، ریشه ما هزاره است، اما لحجه و گویش مردم ما هزارگی است، فرهنگ و تمدن ما هزارگی است. چرا خدا کتمان بکنیم؟ چرا دروغ بگوییم؟ هیچ ما جذب فرهنگ دیگران شدگی نیستیم. ما یعنی زبانی را که ما گپ میزنیم یعنی زبان اجداد ماست. یعنی از لحظه هزارگی را شما برین که چقدر سابقه دارن. هزاره های انسان های بومی سرزمین هستن. ما از کسی را قرض نگرفتیم، کسی به ما قرض نداد، از کسی دیگه نیاموختیم. انسان همی سرزمین است. چرا گم شویم؟ چرا نابود شویم؟ چرا اصل خود فراموش بکنیم و دیگر را پناه ببریم؟ خب در اندراب ای 60-70% هزاره که در اندراب است، مطمئن باش که بیدار میشه، ای طول نمیکش. اندراب هزاره، اندراب هزاره، خوست و فرنگ ای هزاره، ولایت بغلان. حالی در تخار شما دیدین چند تا جوان های تخار هم چیز کردن، قدلم کردن، آن از نمکاب، از چال، دیگه از ولسوالی های تخار جوان ها بسیار با جرأت پای لایف خود و در چند تا لایف دیگه هم آمدن گفتن. یک تاش در یک لایف دیروز ما دیدم خود معرفی کرد، دیگه یکی بیدار شوند بخیر. بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، این زنجیر که خط هزاره با هم وصل شود، یک تغییرات بسیار کلان میه به سرنوشت مردم و شما. دیگه این سرباز شده نمیتونه، ایره میگیم و مراتب میگیم. تو کمری تا چی کردی برار؟ بزرگوار من یک سعودی از یک از بزرگوارای هزاره اندراب است که هویت شد کتمان خطاب میکنه. نمی دقیقه دمه سعودی مونده، من تلفن دیگه برای تانور میه مناوره لیکنم یک تو گب دا بزن دارم صدایتا. سایز سایز باش.
دیگه برای مردم میگیم به مراتب میاییم لایف میاییم غیر لایف همین تو تلفن میکنیم برشان میگیم که سربازی برای دیگرا شرم است. شما برین این دفعه گذشته تان مطالعه بکنین، شما مقاومت اول سربازی بزرگای تان در مقاومت اول شما برین یک دفعه مطالعه بکنین که در خط جنگ چقدر انسان ما تلفات دادیم، چقدر انسانی از عرب آمده چه شد کشته شد و چقدر آدم ما در رکاب دیگرا شهید دادیم. چرا؟ چی داشتن؟ منافعشان چی بود؟ در 20 سال گذشته چی بدست آوردن؟ در نمی حکومت آقای کرزی و غنی در کدام موقف بودن؟ خب باید درس بگیرن. دیگه این مردم ها دیگه نمیمانیم سربازی دیگر را بکنن. مطمئن باشی که هزاره انشالله در افغانستان، در گوشه گوشه افغانستان، در هر جایی که هویتشان کتمان شده است، می با جرأت وقتی لایف تر می بینه، می با جرأت با تو بازو میشه، با تو همکار میشه، با جرأت می خود معرفی میکند. ما بخیر این پاره های تن در هر جایی که است وصل میکنیم، یک روز صاحب یک سرنوشت بسیار کلان میشیم. بخیر این مردم ما تعصب نداریم، تعصب نمیکنیم، اما مردم خود می خوایم پیدا بکنیم، مردم خود می خوایم بشناسیم. ما می خوایم با یک دیگه وصل شیم. بچه های اندراب مردم بغلانی صدا رو برش خیلی آشناس خواه سعی کنیم. مردم در انگو ناکی در فیسبوک صفات مجازی چی غیر مجازی هزاره هسته لی باشیم و خواهم بود میگه انتو در نمیش نباش حالا چی کنیم وقت شما ما در مجبور هستیم دیگه. اندراب اکثریت چه هزاره هست چی که از نوبار شروع تا پسکندی وی توستا سوری جوش هزاره هست مقصد دیگه. آره مردم هاست خدا یک کلال از این کار بکنه که ما هزاره نیستیم، مقصد کلا هزاره است. با جور باشی بچه خلا مردم باش که اگه اونو تبیگرم بکنه هستی بچه هم درامی صدا بری کلتان آشنا بود نه؟ یک سر بریم کلتان یک کماندان بسیار زدنی بود تیم در نظام دولت دمی دو سال پیش در نظام دولت بود. خب رولوش هم بالا بود، عکسایش هم میشه وقت سر اجتزام ماندین صدایش هم براتان آشناست. میبینین چی میگن؟ امیر هم تاجک خطاب میکدن تا دیروز. ما از این بعد براتان میارم بیار نشوین. ادامه بده قادری صاحب. اینه نام خدا. من میشناسم قماندان هم میشناسم. صدایش بیخی از بخیر چیز است آشناست. اینا بخیر ازاره اندراب انشالله پیش قراول است. ازاره اندراب خودت برای هزاره های شمال افغانستان نقاط مرکزی خودت یک آدم تاریخ ساز استی، خودت یک قهرمان استی. برار هر برار دیگه که رقم خودت باری بیا با جرأت مبارزه بکنه، او برای ما قهرمان است. خدا حاضر است که ما او را قهرمان میگم. او مارشال است، خودش برای ما فهمیده مو دگر جنرال است. دیگه بند در خط استاد چوان بسیار با جرأت مبارزه بکنن. دیگه عقب هویت دیگر را خود پنهان نکنن. چی مشکل داره؟ همین هزاره بودن چی مشکل داره؟ چرا ننگ کنن؟ چرا شرم کنن؟ هزاره نه ما در گذشته هم گفتیم بازم میگم نه خائن است، نه دستش در خیانت های ملی و بین المللی آلوده است، نه وطن معامله کرده، نه اراضی وطن فروخته، نه در 20 سال گذشته مردم های مافیایی و فاسد بوده، نه مردم های غاصب بوده، نه دزد و کیسه‌بر بوده. خب یک مردم افتخار آفرین است. چه مشکل داره که هزاره نباشی؟ چرا هویت خود کتمان بود؟ نه عقب هویت دیگرها برای پنهان شوید. هویت دیگرها برای موتو هویت شده میتونه. خب اگر پیش رو گفتن که اینا چیز است، تاجک است، اما پیش سر باز خنده میکنن، پوستن میکنن، نشخن میکنن، شرم است. بین با جرات بگوین که هزاره هستیم. رقم قماندان بابا قلندر، رقم گرگ اندراب، رقم ببر، رقم بابا قادری پوست و فرنگ، رقم خالد حکیمی فرخار، رقم اسمت نمکابی، رقم اساق کیهان، مولوی سراج‌الدین بدخشی، رقم
چنام داره غلام سخیب، باجی غلام سخیب پارسایی، مانند استاد تقیان، مانند دکتر میرابدین شیرزاد، مانند رحمان رحمانی، ده ها جوان دیگه، هاشمی از خوست، حفیظ الله هاشمی، زبیر فلکپور از خوست، و ده ها آدمی دیگه، صمیم رستمی از خوست. بین با جرات بگوین که هستیم، ما هزاره هستیم، مشکل نیست. وقتی که ما در هزاره در اندراب مظلوم نیست، در خوست و فرنگ مظلوم نیست، به ما معلوم است که ما مظلوم نیستیم. و کس تابال سر ما در اونجا، ما در ملت تاجیک و هزاره در کنار هم زندگی میکنن، هیچ کدام مشکلی را، هیچ کدام مشکلی در قسمت نبوده. صرف مردم ما از فرهنگی بوده، نمیفهم که یا چیز بود. دمی 20 ساله که حکومت جمهوریت بود، یک ذره برای مردم معلوم شد که دیگرها تاجیک هستن و ما هزاره هستیم. هزاره به اونمو گویش و فرهنگ خود هستن و دیگرها به اونمو فرهنگ خود هستن. اما یعنی خط بین هزاره و تاجیک زمان معلوم شد که در 20 سال مردم ما بسیار عقیب ماندن، از بدن نظام دور بودن، با آشیه ران داشتن، ولی دیگر ها 180 درجه تغییر کردن. ما از گفتم از 30 تا قریه های حوزه میانشهر یک تا رئیس نداشتیم، ولی از بالاتر و پایینتر از هر قریه 3 تا 2 تا 3 تا 4 تا آمر، معاون در تمام ادارات دیگر ها داشتن، ما نداشتیم. این محرومیت ما را ثابت کرد که ما هزاره هستیم. و بعد از جنگ مقاومت اول ما یک جنرال نداشتیم، با وجودی که در حالی که در شیره و ماندره و در خطای اول نمی هزارای خسفرین جنگ میکردن در کندرپیج و در بدخشان و در تمام سنگرا، ما بیشترین تلفات داده بودیم، اما یک آدم جنرال نداشتیم. نمی ثابت کرد که ما هزاره هستیم. مردم ما بانک رای بودن، برای مراتب اول انتخابات برای آقای محقق دادن رای، چیز بود، کاندید ریاست جمهوری بود. این دوم اخو عبدالله گرفت رایشان. هیچ چیزی برای مردم ما شدگی نیست. یک شفاخانه، یک کلینیک ما نداریم. مردم باید بفهمن. همین رقم در اندراب است. من خوب سعی میفهمم در ساحاتی که ازارنشین است. حالا همین قماندان صاحب، خدا ببخشه، قماندان شهید جمعه خان، همین چقدر وقت دشمنی کرد؟ تقریبا 15 سال، 10-15 سال در کوه سنگر اونمو در اندراب تفنگداری کرد. چرا یک کس پیدا نشد قضیه اصلاح بکنه؟ بجی جزی که سنگ اندازی میکردن. یعنی در یه اواخر آمد اصلاح شد. امی اگه در اشخاصی که می انت میدیا میگن جمعه خان یا ایوب تاجک و خلاصه امی گپای را که زده رایستن، می یک چیز واضح براتون میگم، گپای ما کلش مسترد تموت و سنتدار شاید بسم الله وکیل بسم الله خلاصه میاره زنده است، در حیات است. پرسام کردن زمانی که امرای قوم های تاجک در پلخمری جنگ میکرد، به خاطر که او ازارگرایی میکرد و مردم خوانش نبود، وقتی که میخواست داخل قماندانی تجلیل سالگردش برگزار بکنه، زنگشتین به وکیل بسم الله تاش که برات بگو سلام میماد روان کرد که از قوم در کنارت است. آیا امو جمعه خان ایوب بود؟ اگر جمعه خان ایوب به خاطر ازار بدنش روان نمیکرد، چه مشکلی داشت؟ چرا سلا روان میکرد؟ چرا مویماد روان میکرد؟ ایگه پا پچیدنی نیست. حقیقت های کسی بعد گفته نشده، شاید ما کم کم برتون بگم. خودتان بیاب نکنین برین بدر. دو دورانی که امو کلان هایتان امو وکلای پارلمانتان خب دو قضیه ما بودیم. سر و صداش در دنیا برام بود که جن نشوه. سلا را کی از اندراب روان کرد؟ کی مایش کرد؟ امو جمعه خانی ازاره بود یا کسی دیگه بود؟ چرا وقتی اوی مایه از طرف صورت گرفت یک نفر تق کدن اتانست؟ اینی گپا بابا قادری عزیز، اینی گپای است که خلاصه تا هنوز گفته نشده و مردم دنبالی سر صدا. من خواستم در آخره اگون گپای را میزنم که اینا اگه اگون گپا میخوان کتمان بکنن پت بکنن بیاب شوند. چند گپای مهم میدیم از بین قومای خودتان هم هست، بیرم متوجه باشین که زیاف ادامه بتین با بخیر میکشانم با میدیا بیوار نشوین. مشنویم بابا قدر
چون برپای خودت وصل بود خواستم یعنی بر... اندراب و خوست نرین در مجموع همه هزاره ها که هستند در بسیار در نقاط های خوبی نمی خوست و اندراب و همه جغرافی بغلان زندگی میکنند. تو ببین حال شما از نوبار شروع سعیس تا پولیسار همینطور که مین هزاره نشین هستن همین باشگاه یعنی باشگاه مکمل هزار است. بسیار کم اگر تاجیک داشته باشه. عراضی بسیار برابر دستان است و نفوذ بسیار چیز دارین. بسیار شجاع و دلیر و دامن امی طبیعت در دل امی طبیعت صاف هزاره زندگی میکنن. بسیار خال خال اگر در اونجا چیز باشه یک دریق قاسان گفته نمیتونم. ما از جغرافی های بندر خوب معلومات دارم. در شاشان این شاشان که قوم ها خوب بین خود زیاد دشمنی دارن. دیگه یعنی عوامل دشمنی یعنی شاشان کی است؟ ما میفهمیم که یک تعداد آدم ها تفنگ ازیر کی دادن؟ همه ازاره را بین خود کی جنگ میاندازه در شاشان؟ خوی نمی خودش معلوم میکنه که نمی جب ازاره است نمی ازاره را یک شای یک تو تفنگ میتر دیگه شد دیگه تفنگ میتر تا یک دیگه را خرد و خمیر بکنن سر نکشن فردا یه ازاره در سر نشه تا یک عروضی بسیار چیز برابر همی رقم اگر خدا خواسته باشه اگر خدا خواسته باشه ما و شما بتانیم هزاره اندراب، هزاره خوست و فرنگ، هزاره جلگه، هزاره نهرین، هزاره دهنه غوری، هزاره پلخمری، هزاره تالاب و برفک، دوشی و خنجان اینمی هزاره را از درون از این رقم شما بره جوانای با افتخار را پیدا بکنیم که مردمشان را مدیریت بکنه من مطمئن هستم که دیگه ما چیز نداریم سر دیگه از مناطق ما شما از این حوزه دیگه سرباز برای جنگ دیگه را ما نمی داشته باشیم اگر مردم ما سربازی هم میکنن باز برای خود سربازی میکنن دیگه ما محرومیت قبول نمی کنیم که یک کس بیا با چیز یک بغل شکم بیا در ولایت با میده ولایت بکنه و یک کسی دیگه با یک بغل شکم دیگه بیا در قماندانی و یکی دیگه در ریاست امنیت بیا سر ما باز حکومت بکنه همه تو میریم از گفته همه قوم ها که از همه گریبانش میگریم همه تو راست میاندازیم بیرون میگیم این مرکز مرکز هزاره هاست اینجا یک هزاره بود. اگر بحث چیز بود شایسته سالاری بود اگر یک حکومت خوب شکل گرفت ما با او کار نداریم باز اگر بحث قومی بود همه تو دمید مستقیم فهمیدی پس همه کلکین چیز میکشیم میاندازیم پایین ولایت میگیم اینجا یک هزاره باید ولایت بکنه دیگه با تو اجازه نیست و تویی که باز میایی غصب میکنی فهمیده ساحات شفاخانه و کلینیک و مکتب باز می غصب میکنی باز می از بنادر دزدی میکنی از ترانسپورت دزدی میکنی خطر خود بیخی اجازه نمیتیم باز سمسه چیز میکنیم کتشون من مطمئن هستم که این وضعیت نمیمانه این وضعیت قابل تغییر است این بی سرنوشتی نمیمانه دیگه هم که دست پای میزنن به خاطر از اینکه حداقل در چیز یک سم داشته باشن خب من مطمئن هستم که هر چی که بکنن خب مربوط خودشان اما در آینده که وضعیت اگر تغییر میکنه باید ما شما 180 درجه تغییر بکنیم برار مردم ما باید 180 درجه تغییر بکنه دیگه بس همه چیز نشون ابزار دیگران نشون خلاص بیم هزار را با هم وصل میکنیم اگر بحث سرنوشت سیاسی مردم ما میشد اگر به سطح ولایت میشه به سطح مرکز میشه باید این دفعه ما آدرس مشخص داشته باشیم دیگه اگر ملت و مردم ما به آدرس دیگر را برون خب گرچه خود دیگر را امتحان خود دادن که هرچی که چیزم بکنن به مراتب هم که دروازه روی بکنن خب کسی نمیپذیرشان وقتی نمیپذیره باید آدرس مشخص داشته باشه مشکل نیست مهم نیست که یک از عرب از نقاط مرکزی می باشه از یک جای دیگه باید ما آدرس خود داشته باشیم مردم ما باید از یک دست مدیریت شوه دیگه هزاره باید هزاره باشه دیگه برادرها ظرفیتی را پیدا بکنن که ترک و مغول و این و آن نگوین زیاد همی هزاره را بذارن که با ما هویت هزارگیش باشه دلش هر اجدادش ترک بود مغول بود
اولاد کیان بود، اولاد سلاطین های غور از هر کسی که از پارچه پارچه نکنند، تیشه گرفته در ریشی هزاره نکوبند، زیر نام هزاره کلگی جمع شود. ولی یک چیز هم خوب دیده که یک عرب هم که اولادش که پرسان کنی نمیگه که من عرب زاده هستم، بچه عرب هستم، اونم خدا چیز میگیره، تاجیک میگیره. قدری عزیز، من یک پیام برای مردم دارم. چی از نقاط خوست اندراب یا بغلان؟ یک شخصیتی که در نظام قبلی یک رول بالا داشته یا یک استاد پنتونشان از اندراب، یا یک مدیر مکتب، یا یک مولوی صحیح، در میدیان یک ویدیوش بلند بکنه بگو که اندراب ازاره نداره، خوست ازاره نداره، نارین ازاره نداره. اگر گفته تون است، من تسلیم مردم بشم. اب یک نفری که سندش ایسی بالا باشه، ما خود میدیا بابا قادری بزرگوار، با خدا خیلی اگر کم هستم خیلی سهل میکنم، یک بچه را نایدم سندش از 20 بالا باشه، به ابوه که فلانا جای اینی قوم وجود نداره، ریش نداره، پروت نداره، مادر جانش به خاطری که برای زحمت بکشه برای ما کار بکنه، او را هم امانت برای بچه کاکو یک بچه قوم شده که بچه ما دختر واریز دوجه برسان. آل اینا هر کدامشان نماینده از قوم شدن، سیاست مدار قوم شدن. اینی که یک ذره دردوار است. ما باز هم برتون میگم قوم های تاجک دن پایین هستین، از ما بغلان خود ما. یک مدیری مکتبتون، یک استاد پنتونتون، یک تا جنرال یا تگروالتون کلش هم مشناسم، یک سر مرا مشناسم، جنرال تگروال هم دراب کلش مرا مشناسم، جنرال منرالش. از مدیری مکتب دیسالا رو میگی، بنو رو میگی، کلش مرا مشناسم، از ام پلخمری، از ام کل... یک تاش بیا دمی بخشی ما خودم براش وصل می سازم، یک تلویزیون مستقل میگم که قیم یک مناظره بکو، بیا بگو امی گپای با اولاد های ما که دم می ادم میدیا می هزارا رو توهین میکنه، دو دشنام میزنه، دیج هزارا نداره. اگر گفته تانست، ما که شما رو قبول میکنم، اگر نتونست با دیگه شما مردم دیگه خودتان میفهمین اگه جواب میخرین. اینی هم برای شما بود پیام ما، برین اینا رو زنگ دین پدر با بی بی و مادرتان، یک سر کوششتان رو بکرین، یک نفر پیدا بکنین در مقابل ما، مثل دگرواری فراریتان نشوه. در فیسبوک و شاهدی حال هستین دیگه، حالی هم ویدیو رو دریت نکدیم، حتی تو فراری کرد برای ما زنگ زد جناب بابا قادری عزیز که بابا قلندر گفت یگانه در زندگیم سندم گفتن 42 سال است، یگانه بیابی که اولین بار شدیم در مقابل تو بودیم که بود فرار کردم فیسبوک من دریت کردیم، گفتن از قسم زن طلاقه قسم خورد تلفن فیسبوک دیگه نیست فیلحال، گفت مرا اشتباهی گفت، غلط فهمی کردن، مرا در گوشی من چیز دیگه خواندن، ترا برای من چیز دیگه معرفی کردن. اوجا آمدم گفت هر کاری کردم دم برای پولی مندی حالا هرچی خلا خلا کرد آخر دیگه نشد، گفت فیسبوک دلیت کردم. اون رقمی تگروال های فراری تانا نیارین، جنرال های پلاستیکی تانا نیارین، در یک تقه ساید در جرمنی اروپا خیزک زده رفته و دو رقمی های تانا نه نفرای کنده کتی ما هم گب نزنه، کتی ما یک نفر آدرس میگم که برا خیم طالب گب بزنه در مقابل هم بگو، چون آره شما جزیک های طالب هستین، دو دانه را ادرو برای که بنا مقابلت بلند کردین، کل تان دیگه از طالب چیز میکنین، خلاصه کلام تا ازاره ها را نابود بسازین. خب سلطان بزرگوار، شما هم خوش آمدین، سلام و درود به شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو سردار و سپه سالار مردم غیور با شهامت و قهرمان هزاره. شما سرداران مردم هزاره، استواری، شجاعت، مقاومت، شور و حرارت و جوش و خروش در بین قومتان که با کمال تأسف بر اساس توطئه‌های ننگینی که به خاطر خاک مقدس شما علیه شما مردم به کار گرفته شده بود، شما در مقابل از او مبارزه کرده و تمام حرارت و جوش و خروش را بر مردمتان دوباره مخلصانه بر قومتان و با اخلاص تمام به ارمغان آوردین. شما سروران مردم هزاره هستین
پیشگامان مردم هزاره هستین، چی خودت جناب قماندان صاحب بابا قلندر، چی برادر ما بابا قادری، چی برادر ما وکیل جان نیکپای، چی برادر ما ببر هندوکش، چی سایر برادرایی که از خطه مردخیز شمال، از صفحات شمال، از هزاره های صفحات شمال، از هر کجا